به نظر من باید از اذیتمان نسبت به یاران محمد بکاهیم. سپس وقتی تاجرانمان به سرزمین حبشه می روند، با سخنان ملایم امیدوارشان می کنیم تا به وطن بازگردند و بر عشق وطنشان با آنها پیمان می بندیم. آنها هم مانند شما وطنشان را دوست دارند، ولی شما مجبورشان کردید. تو ای مزمم دست بر نمی داری؟ تو را من نکردم؟ ها؟ مگر به تو نگفتم همین بس نبود که دین من را رها کردی؟ همه را متفرق کردی، ما را گمراه خواندی، به خدایان توهین کردی، سپس فرزندان و بردگان و موالی من را از ما گرفتی، هر کار بدی بود کردی، حالا در برابر چشمان ما نماز میخوانی؟ میدانی که قریش بدتر و شومتر از تو سراغ ندارد؟ پس از جلوی چشم من دور شو تا تو را نبینم. گفتم برو، یک بار دیگر اینجا ببینمت خودم سرت را خورد میکنم. که محمد چه توهین ها شنید از ابوالحکم ابن هشام. دید گوشه‌ای نشسته، رفت دشنامش داد و حرف های زشتی زد، سپس از آنجا رفت و محمد هیچ نگفت. واقعا چنین کرد؟ خودم دیدم. چطوری ابا عماره؟ به محمد دشنام میدهی؟ به پیامبر من؟ او را رها کنید. حق با اوست، من به محمد حرفهای زشتی زدم. از همین من اطمی کردم. او مسلمان نبود، ولی تو کاری کردی که پیرو به محمد شود. فقط از روی تعصب گفت. اگر بر حرفش بماند چه؟ اسلام حمزه چنان عزتی به محمد می دهد که هیچ کس حتی تصورش را هم نمی کند. نگران نباش محمد، چیزی نیست. هر کس توهینی به تو کند چند برابرش را از من میبیند. کارم از روی تعصب بود،
اما اکنون اسلام می آورم. شهادت می دهم که معبودی جز الله نیست و تو پیامبر خدایی. محمد، مشکلاتی که به سر من آمده به خاطر اوست. دوست دارم با شمشیرم نابودش کنم. دوست دارم با شمشیرم نابودش کنم. با این شمشیر حتما برای کار مهمی می روی. به سراغ این مرد محمد می روم که یک قبیله را متفرق کرده. چه گفتی؟ یک در برابر یک. مگر عقلت را از دست داده این مرد؟ گمان می کنی اگر محمد را بکشی عبد مناف می گذارن که زنده بمانی؟ بعد از آن به نزد بنی هاشم می روم تا مرا قصاص کنند و همه چیز تمام شود و فتنه ها بخوابد. بدتر می شود. پس چرا اول از خانه خودتان شروع نمی کنی ها؟ کدام یک از اقوامم؟ خواهرت فاطمه بنت خطاب و همسرش و پسر عموی تو سعید ابن زید ابن عمر. مگر نمی دانی که آنها پیرو دین محمد شده اند؟ فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فاطمة، سعيد، من است عمر؟ در را باز کنی. بیا بیا زود باش بیا اینجا. عمر؟ این کلماتی که اکنون داشتید میخواندید چه بود؟ من و سعید داشتیم در مورد موضوعی با هم حرف میزدیم. بله بله، به خدا از کسی شنیدم که شما کافر و به دین محمد در آمده اید. پس دروغ نگویید. اگر بدانی سعادت در دین محمد است چی میگویی؟ خب پس درست شنیدم. عمر، عمر رهایم کن. عمر چه کار میکنی؟ رهایش کن. ای دشمن خدا، من و همسرم را به خاطر اینکه یک تا پرست شده ایم میزنی. هر کاری میخواهی بکن. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله. بله، برخلاف میلت مسلمانی.
دستت رو بکش. چیزی که شما می‌خواندید این بود؟ بده به من تا بخوانمش. نمیدم. وای بر تو. سخنی که گفتی در دلم اثر کرده. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى قرش از این فرار می کرد؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى سزاوار نیست که چنین کلامی رد شود برادرم جانم عزیزم خبا تو میخواندی؟ مژده بده عمر دعای رسول الله در حق تو اجابت شده که می‌فرمود خداوندا اسلام را با هر کدام که نزدت محبوب تر است عزت بخش ابوالحکم ابن هشام یا عمر ابن خطاب واقعا چنین گفت؟ به خدا چنین گفت به خدا انسان نیکوکاری هستی و دعای پیامبر مستجاب خواهد شد میخواهم نزد رسول الله و یارانش بروم
عمر ابن خطاب است با شمشیر بیغلاف. پس چرا می ترسید؟ باز کن. اگر بخواهد مسلمان شود که هیچ، اگر غیر از این باشد کشتنش برای من آسان است. چرا در این وقت با شمشیر بی غلاف آمده ای؟ حتما باید عذاب خدا را ببینی تا دست برداری؟ ای رسول خدا، آمدم تا به الله و رسولش ایمان بیاورم و به آنچه از سوی او آورده ای. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الحمدلله. زید برادر، از من پیشی گرفتی ای زید؟ نمیشد اجازه بگیرم چون قلدر بودی. در اسلام نیز ضعیف نخواهم بود و الله و رسولش را گواه میگیرم که هر جا مسلمانی مورد ستم قرار گیرد حاضر شده و تا پای جانم از اسلام دفاع خواهم کرد و تلاش میکنم گذشته را جبران کنم. عمر چه شده؟ خبرداری من مسلمان شدم؟ چه گفتی؟ مسلمان شدم. امکان ندارد. بله دارد. روسیا شوی تا به روی ما را بردی. عمر خبر داری؟ من مسلمان شدم. تو؟ بله. ای مردم، ای بزرگان، بدانید که من مسلمان شدم و گواهی میدم معبودی به جز الله نیست و محمد بنده و فرستاده اوست. آمدی در مجلس من با ما مبارزه کنی؟ همان بلایی را سرت میآوریم که بر سر دیگران آوردیم. چه میکنید احمقای نادان؟ عقلتان را از دست داده اید؟ ابن خطاب کافر شده. باشد، برای خود دینی برگزیده. گمان میکنید که بنی عدی فرزندش را تسلیمتان میکند؟ مگر فراموش کرده اید که ما قوم بنی سعد هم پیمان آنهاییم؟ هر بلایی که به آنها برسد به ما نیز میرسد. بروید، دور شوید. نیازی نبود که چنین کنی. چرا پنهان نکردی؟ حقیقت را پنهان نمی کنم و جدا می کنم حق و باطل را
همان گونه که خداوند جدا کرد میان شب و روز. عمر، که گمان میکرد؟ ولی من انتظارش را داشتم. انتظار داشتی مسلمان شود؟ آن روز که با دوستانمان درباره محمد و قومش سخن میگفتیم، من، تو، صفان، عمیر و اکرمه، در همان لحظه از خودم میپرسیدم اگر بعضی از ما مسلمان شوند کدام یک اول خواهد بود؟ و گفتی عمر؟ او همراه بزرگانمان درباره محمد اظهار نظر می کرد. از آنها دلش پاکتر است، برای حق پذیراتر و بر کار نادرست هم پافشاری نمی کند. علاوه بر تمام اینها، او ریاکار نیست، بیهوده خشم نمی گیرد. دلیل دشمنیش با محمد با این پیرمردها تفاوت داشت. نظر خود عمل می کند. اگر اشتباه کند نمی ترسد و حق و حقیقت را بیان می کند. میدانی چرا چنین است؟ چون شجاعت دارد. مکه بعد از اسلام عمر دیگر مکه قبلی نیست. محمد و یارانش چه عزتی یافتند. حمزه و عمر. بیایید ای مردم، بیایید ای بنی عدی، من شما را از پیروی محمد باز می داشتم و برخی را بدین خاطر آزار رساندم. من جاهل و گمراه و نابینا بودم و می دانید که خداوند پاک و بلند مرتبه است. حق را به من نشان داد و به سوی دینش هدایتم کرد و من اکنون شما را پند می دهم به عنوان یک خیرخواه و کسی که صلاحتان را می خواهد. نصیحتتان می کنم ولی شما را هرگز مجبور نخواهم کرد، اگرچه در گذشته این گونه بودم. پس تردید نکنید که خداوند دینش را آشکار خواهد کرد. همگی به اسلام ایمان بیاورید که بعدها پشیمان نشوید. به خاطر نسبت خویشاوندی من هر کسی را که آزار دادم یا زدم پیش بیاید و مرا قصاص کند. درست میگوید. تا مرا از گناهم پاک کند یا ببخشاید، زیرا خداوند مهربان است. و اینک من آمادم. ولی من تو را می بخشم. بهتر از شما هم او را ببخشید. بخشیدیم. 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 ای رسول خدا، مگر ما برحق نیستیم پس چرا پنهان بمانیم؟ به خدا قسم بیرون می رویم و در کنار بیت الله الحرام نماز می خوانیم تا دشمنان خدا از باطلشان ناامید شده و رهایمان کنند. Thank you.
صبر کن، در دو صف می آیند با حضور عمر و حمزه. اصلا صلاح نمی بینم که با آنها درگیر شویم. و اینکه دین الله حق است، میگوییم که معبود به حقی جز الله نیست و اینکه محمد فرستاده الله است. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. حکم، اینها را تجربه کردیم، زدیم، شکنجه کردیم، زندانی کردیم و به جایی نرسیدیم. در عوض دعوت محمد از این شهر فراتر رفت و به همه جا رسید. اما عمر که بسیاری پس از او مسلمان شدند، به او می گفتیم سفیر قریش و جنگجو و دلاور شکست ناپذیر شیردل، پس چرا به سخنانش گوش ندهند و مسلمان نشوند؟ اگر هم از او بد بگوییم باور نمی کنند، چون قبلا از او تعریف کرده ایم. باید روش کار را تغییر دهیم و دست از سر مسلمانان برداریم. امتحان کنیم، با نرمی چیزی حاصل می شود که با خشونت به دست نمی آید. قبلا درباره نبوتش با او مناظره کردیم، اما سعی نکرده ایم در برابر مردم او را به سختی بیندازیم. مگر نمی گوید از جانب خدا بر او وحی نازل می شود؟ پس اگر راست می گوید دلایلش را نشان دهد. از او بخواهید که از زمین چشمه ها و جویبارها بجوشاند، که در کنارش باغهای سرسبز نخل و انگور باشد، چرا که ما در این صحرای خشک و بی آب هوس چنین چیزهایی کردیم. یا آسمان را پاره پاره کند همانند قیامتی که وصفش را میگوید. او از خدا و فرشتگان میگوید، پس همه را اینجا بیاورد تا ببینیم. او از همه ما فقیرتر است. در عجبم چرا از خدایش نمیخواهد خانه ای از طلا برایش بسازد. آری نظرت چیست؟ از دوستت چیزهایی خواستیم که هیچ کدامش را نیاورد. او چگونه ادعا میکند که پیامبر است؟ فقط با این خواسته ها میخواستید ناتوانش کنید؟ اگر همه ی آنها را برایتان آورد، آیا ایمان می آورید؟ نه، خداوند بزرگ می داند که چنین کاری نمی کنید. باز خواهید گفت چشمانمان را جادو کرده است. می دانید که پیامبران گذشته نیز معجزاتی داشتند، اما مردم قبول نکردند. چه رسد به نسلهای بعدشان؟ بگویید ببینم، شما از یهود و یثرب درباره حضرت موسی و عصای معروف او و نیل شنیده اید؟ آیا فرعون و قومش که شاهد بودند ایمان آوردند؟ و شما خودتان از شنیدن این همه داستان آیا ایمان آورده اید تا کنون؟ یا گفتید که ندیده ایم و اینها همه افسانه بیش نیست؟ به خدا می دانید که راست می گوید. ولی خب
تکبر. ای مردم، خدا اگر بخواهد قومی را به هلاکت افکند، هرچرا که بخواهند برایشان میفرستد. اگر بعد از دیدنش قبول نکردند، نابود میشوند، مانند عاد و ثمود که آیات خدا را به چشم خود دیدند و نپذیرفتند و در نهایت هلاک شدند. پس رفتند و از آنها هیچ چیزی جز آثارشان نماند. پند بگیرید، عبرت بگیرید ای خردمندان. از کجا میایی برادر؟ از منطقه خزاعه. در مکه چه خبر بود؟ حتما از قریش و یاران محمد میپرسی ها؟ درست است. رابطه مردم با دوستان بد نبود، چون حمزه ایمان آورده و عمر ابن خطاب. راست میگویی؟ حمزه؟ بله. و عمر؟ بسیاری با اسلام عمر مسلمان شدند. گفتی که در مکه مشکل خاصی نیست؟ همه آرام گرفتن، گویی همه مسلمانن. نگران نباش، خوب است. چه میگویی؟ از کجا بدانیم او راست گفته؟ شاید هم دروغ نگفته باشد، خیالاتی شده. آن مرد در مکه بوده، از کجا؟ خبرش نمیتواند دروغ باشد. ولی من برمیگردم انشاءالله. اگر آنگونه بود که آن مرد گفت، همان است که آرزویش را داشتیم. اگر نه، آن وقت تصمیم میگیریم. دوست ندارم لحظه ای از رسول خدا دور بمانم، حتی اگر در بهترین مکان باشم. حرکت نکن ابا جندل، بیا دوست آمده. توی عبدالله؟ توی عبدالله؟ اینگونه از مهمان استقبال میکنید؟ کدام مهمان بدون اینکه در بزند وارد خانه میشود؟ نمیتوانستی آمدنت را اعلام کنی؟ تا با سر و صدای زیاد به استقبالم بیایند؟ گفتم شاید برخی خوش نداشته باشند بازگشتم را ببینند، با آنها درگیر شوم، تو به زحمت میفتی و ممکن است کار بالا بگیرد، آن وقت باید دیه ها را تو بپردازی. چه شده که به آرامش من اهمیت میدهی؟ ولی چه شد که برگشتی؟ دوستانت هم با تو آمدند؟ خبردار شدیم که بسیاری در مکه مسلمان شدند. چون حمزه و عمر بیدین شده اند، گمان کرده اید که ما پس هم... پس خبر درباره آنها درست بوده؟ بدترین خبر. بهترین خبری است که تا کنون شنیدم. اوه، باز هم شروع کردید. هنوز همدیگر رو ندیدید بحث میکنید؟ صبر نمیکنید صبح شود؟ گوش کن، مواظب باش فردا قریش تو را نبیند. نگرانی؟ میترسم فردا یا کسی را بکشی یا اینکه یکی تو را بکشد. چقدر از دیدنت خوشحالم. صبحتان بخیر. برادرت کجاست؟ مگر به او نگفته بودم که از وقتی بازگشته همش در خانه بوده، خسته شده و برای قدم زدن بیرون رفت.
او اکنون نزد خواهرم سهله و همسرش ابی حذیفه است. اینان بزرگان قومند، میخواهند از برادرت درباره دینش بشنوند. اگر خوششان آمد چه بسا قبول کنند، اگر نه با تمام توان از او حمایت میکنند. عبدالله با من بیا الان، بیا. ابا جندل راست میگوید. واقعا میخواهید بشنوید؟ این تو، این پسر عموهایت. این چه کاریست پدر؟ فریبم دادی ابا جندل، گرفتارم پدر، کردی. پدر قسم میخورم که من پدر بوری رهایم کنید. رهایم کنید. بله، به خدا دوست ندارم هیچ یک از قریش به تو آزاری برسانند، اما خودم میتوانم. گمان کردی که اجازه میدهم به حبشه هجرت کند؟ که گفته او میخواهد؟ گوش کن، خبر نداری از وقتی که او و یارانش از حبشه آمدند چندین برابر به آنجا رفتند؟ در رأسشان جعفر ابن ابی طالب. ولی عبدالله نمیخواست دوباره آنجا برود. اگر چنین بود میدانستم. هنوز هم مخفیانه میروند، ولی خبردار میشوی که همه سوار کشتی هستند. چرا این چنین آبرویم را بردی پدر؟ مرا تومه کردی و او را سید. پیش از من باید خودت را سرزنش کنی. بله، به خاطر هدف مهمتر فریبت دادم. پس چرا به عقل ناقص خودت نرسیده؟ پس ما شریکیم. تقصیر خودم شد، چون گمان میکردم سهیل ابن عمر اگر سخن بگوید راست گفته و دروغی نمیگوید. دهانت را ببند با جندل، وگرنه میروی پیش برادرت. امروز دیدم چقدر خوشحال شدی وقتی گفتم میخواهم از او درباره دین محمد بشنوم، تا جایی که گمان کردم دلت با اوست. درست گمان کردی پدر. چه گفتی؟ میخواهم بدانی من مسلمانم. اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله. خواهیم دید که تو چقدر تحمل این زندگی را داری.